مارشال دوستون به حرف آمد و واقعیت پشت پرده را افشا ساخت. این ویدیو را دقیق تا آخر تماشا کنید که ما سخنان مارشال دوستون و اسناد ارائه شده آن را برای شما عزیزان نشر خواهیم کرد. پس همین حالا ویدیو را لایک کنید و در ادامه با ما همراه باشید. مارشال دوستم که بدون شک با نام و کارکردهای او آشنا هستید. از اتفاقات او و خانم نغمه همچنان حرف حدیث‌های در شبکه‌های اجتماعی زده می‌شد. شاید تمام آن گپ و گفت‌ها شایع بود، اما امروز در این ویدیو اسناد ارائه شده در مورد خانم نغمه و مارشال عبدالرشید دوستم را برای شما عزیزان نشر خواهیم کرد. از سوی دوست مارشال دوستم نشر شده است. شاید حرف‌هایی که خانم نغمه در برنامه جدید خود ابراز کرد یک سری از مسائل را روشن ساخت. اینکه هنوز هم انسان‌هایی هستند که کلمه تعصب در وجودشان ریشه محکمی دارد، فرق نمی‌کنه که زن هستند یا مرد، پیر یا جوان. ولی با ابراز تعصب روشن از سوی خانم نغمه این مسئله روشن شد. اما در این میان یکی از برگه‌ها به نقل از بهترین دوست مارشال عبدالرشید دوستم پست نشر کرده که بسیار عجیب و از طرفی میشه گفت باور نکردنی است که با هم این پست را مرور خواهیم کرد. در این برگه این گونه آمده است: شاپره خانم خوش چهره، خوش چشم و خوش صورت است. تعصب این گونه خانم ها را بدل نگیرید و به حساب زیباییش بزنید. حالا این که قصه از شاپره خانم شد، یک قصه قدیمی را برتان میگم. در زمانی که هنوز شاپره خانم به شهرت نرسیده بود و تازه قدم های خود را در عرصه موسیقی میگذاشت، دقیق به یاد دارم که همیشه زیبایی او نقل مجالس بود. قصه از سال 1359 است. او زمان شاپره خانم حدوداً 23 سال داشت و در رادیو تلویزیون ملی یگان خواندن میکرد. 2-3 سال بعد مشهور شد و خواندنهای او همیشه در همه جا شنیده میشد. یک روز خبر آمد که شاپره خانم اختطاف شده. هیچ کس باور نمیکرد. خصوصاً خودم میگفتم ممکن نیست. ولی یک روز بعد خبر در همه جا پیچید و خبر حقیقت داشت و دوستم با تیاره شاپره خانم را به خانه شخصی خود برده بود. دروغگوی نشم، حدوداً بعد از یک ماه خبر آمد که شاپره به قندهار برگشته. چند ماه از این قضیه گذشت. هر کس در مورد این قضیه چرت و پرت میگفت. اما بعد معلوم شد که براستی شاپره خوش صورت ما اختطاف شده و یک ماه در خانه دوستم بوده. وارد جزئیات نمیشم. باز چند وقت از این قضیه گذشته بود که خبر آمد که شاپره خانم گم شده. باز گفتم این دفعه کی اختطاف کرده باشه. چند روز بعد خبر شدیم که به پاکستان فرار کرده. در او زمان دروغگوی نشم شاپره خانم در محفل کلانها آواز میخواند و با پول و جیب پر به خانه برمیگشت. قصه را براتان دور و دراز نمیکنم. داستان در مورد شاپره خانم زیاد است، اما در او زمان و چند سال بعد از اختطاف او توسط دوستم دیگه به خیالم هر شب شاپره در محفل و شب نشینه های کلانها بود ایره همه میدانستند. خدا دیگه شاپره خانم را هدایت کنه، بیخی مردار کده بود. حال خوب است که کم با عزت شده. داستان بعدی را باز براتان میگم. فعلا هموقه. خب دوستان عزیز، این هم گفته هایی که از این برگه گرفته شده و ما هم بدون سانسور این گفته ها را نشر کردیم. قضاوت آن با شما.